شماری از باشندگان کابل با نگرانی از بی‌توجهی برخی از نمایندگان ولسی جرگه به مشکلات مردم میگویند که این نمایندگان به سود برخی از نامزدان ریاست جمهوری کار میکنند. باید در پارلمان حاضر باشن و مردم خدمت بکنن، نه ای که به خاطر نفع شخصی خود بروان به ولایت و به کاندیدای مشخصی که اونها یا برنده خود شدن یا نه کمپاین بکنن. رای دادن به وکیل صاحب که خدمت کنن از طریق پارلمان، از طریق دولت. برای این مردم رای دادیم ولی این مردم که حال مشاهده میکنیم تمام ازیا منافع شخصی خود در نظر میگیرن، تجارت های شخصی دارن، با کسای کمپاین نکنن، فقط در جیب شخصی خود هستن. از سوی دیگر منشی ولسی جرگه میگوید که نمایندگان پارلمان با اشتراک در پیکارهای انتخاباتی و پشتیبانی از یک نامزد قانون را نقض نمی کنند. تدابیر قبلی را که ما گرفته بودیم، مثلا از طریق مطبوعات اعلان میکردیم، کسر معاش میکردیم، یعنی کسر امتیاز میکردیم و تشهیر میشد از طریق مطبوعات، و تدابیر انضباطی که قبلا در اصول وظایف داخلی سنجیده شده، طبیعی است که ما روند قبلی ما ادامه پیدا میکنه. ولسی جرگه در حال اجلاس هشتم خود را آغاز کرده است که هفت عضو این مجلس به حیث نامزد و یا معاون نامزد ریاست جمهوری وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه، عبدالسلام راکتی، شهلا عطا، رمضان بشردوست و عبدالقادر امامی غوری اعضای این مجلس نامزدان ریاست جمهوری و امان الله پیمان و عبدالقیوم سجادی اعضای دیگر این مجلس معاونان یک نامزد ریاست جمهوری هستند.